ای بابا، خیلی ممنونم سوفیا جان. تو خیلی حواست به من عزیزم. آبجی، راستی میگفتی میخوای خرید برم ها؟ آره، بهتره با عمه بری خرید کنی. خیلی دوست داره واسه عروسی حاله خرید کنه. تو هم با امون بیا و حاله رو هم با خودمون میبری. حاله چی کار داره؟ در زن باید منو ببخشی. من روی هر چیزی دست بذارم عمه برعکس اونو انتخاب میکنه. الکی اونجا یه نمایش درست میشه. قبل از ساعت 12 حرکت کنی. از خیلی ترافیک میشه، عمه برگشتنی ممکنه خیلی کلافه بشه. باشه، پس به عمه میگم زودتر حاضر آره. بشه. الو خورم؟ پسرم، من مامان بزرگ حاله هستم. بیا بخور. تو چرا امروز نیومده بودی؟ حاله چی شده؟ چرا ناراحتی؟ زنمو در مورد خورم همه چی رو فهمید. خورم؟ زنمو در مورد خورم چی رو فهمید؟ به من گفته بودین که مامان بزرگش هستین؟ اگه میگفتم که زنم و یه حاله هستم حتما نمی اومدی نه؟ یا می اومدی؟ راستی تو پسر عاقل و تحصیل کرده ای به نظر میرسی ماشاءالله. بله، من نمیدونم که چطور باهات حرف بزنم. اول اینو بگو که حاله در مورد من چیا بهت گفته؟ یا در مورد هممون؟ باشه، تو نمیخوای بگی، اصلا اشکالی نداره. من که میدونم. اون همون چیزایی رو گفته که به همه میگه، این که ما خیلی ظالمیم، به خصوص من. درسته؟ بله. فکر میکنی اینجوری باشم؟ پسر من داره خارج درس میخونه، میخوام با اون ازدواج کنه. اما اون گفته بود که توی شرکت عموش یه پسری هست. بازم همون دروغ. با اینکه هممون خیلی تلاش کردیم اما نتونستیم دروغ گفتنشو کنار بذاریم، با وجود این همه ناز و توجه و محبت و دروغ. آره دروغ. ببین، وقتی کسی به دزدی عادت داشته باشه، حتی اگه میلیاردرم باشه بازم نمیتونه عادت دزدیشو کنار بذاره. و نه تنها دروغ، بلکه حرفای اشتباه، کارای دغلبازی. چهره مظلوم داره مگه نه؟ مشکل همینجاست. پس اگه اون دختر خیلی بدیه، چرا میخواین اونو عروستون کنی؟ من به حرف خورم گوش دادم چون هیچ عجله‌ای نداشتم. اون گفت که اول خونه بگیره، یه کار خوب پیدا کنه، بعدش از من خواستگاری میکنه. ولی من دیگه نمیتونم صبر کنم. همه اینا رو خورم بهت گفته؟ خاله شما لطفاً از مامان بزرگم منو خواستگاری کنین. عروسی رو هر وقت خودتون بخواین، یعنی هر وقت خورم بخواد. شفق تو یه چیزی بگو، خودت که مشکلات منو میدونی. بس اون پسر خورم بود، همونی که خیلی دوست داشت.
همونی که ازت زمان خواسته بود، همونی که ازت قول گرفته بود که نباید به کسی بگی. آره دیگه، فکر نه از اول بهت میگفتم. تو اصلا میدونی پیش کی داری التماس میکنی؟ این شفق نامزد خرمه. و پسر شما؟ پسرم خیلی پسر حرف گوش کنیه، خیلی حرف گوش کنه. اگه اون بخواد با هر کسی هم ازدواج بکنه، باباش روی حرفش حرف نمیزنه. نه نه نه، شما با این حرفاتون نمیتونید توی دلم شک بندازین. من خودم حال روزشو دیدم، لباسای اون، کفشاش، حتی توی جیبش کرایه اتوبوسش هم نداشت. خیلی با اعتماد به نفس دروغ میگه. خب ما چی کار بکنیم؟ به همه ی مردم داستان ظلم و ستم رو با گریه تعریف میکنه، اونم جلوی خودمون، جلوی چشم خودمون. اما نمیتونیم کاری بکنیم، بچه رو یتیم میدونیم و از تقصیراتش میگذریم و در آینده هم همین کار رو میکنیم. اما اون خواستگارش نوید چی؟ بگی. خب هزار تا خواستگار میاد، آدم ها رو که از خونه نمیتونیم بندازیم بیرون. نه خیر، من به حرفاتون نمیتونم اعتماد کنم. اون خیلی دختر مظلوم و بیپناهیه. حرفتو اصلاح کن، مظلوم و بیپناه به نظر میرسه. خب من چرا باید به حرف شما اعتماد کنم؟ اعتماد نکن. مامان بزرگش رفته لباس عقدشو بخره، الان هست که بیاد ببین و خودت بفهم. شما چرا این حرفا رو به من میزنی؟ اونجوری که بهت زنگ میزد و به تو فشار میآورد، راستش من خیلی دلم برات سوخت. آدم ها بالاخره یه سری مشکلات خودشونو دارن و الان بعد دیدنت بیشتر ازت خوشم اومد. باور کن خیلی دلم واسط میسوزه که چطور دروغ یه دختر تو رو به این حال روز انداخته. تو اگه بخوای میتونی صداقت حرفامو از هر کسی بپرسی، بالاخره زندگیه دیگه. گاهی پیش میاد که آدم وقتی توی گودال میفته، اون وقت میفهمه اون چقدر عمیق بوده. من میخواستم بگم چایی بخوری، اما اگه کسی بیاد نمیدونم چی باید بهش بگم. لطفا. چشم. و گوش کن، این فریب و تجربه بدون توی زندگیت موفق شو پسر خوب. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خاله حرف منو گوش بدی، بازم گوش بدی. من هیچی نمیدونستم، قسم میخورم. شفق تو بگو، باور کنین من هیچی نمیدونستم. چی رو نمیدونستی ها؟ چیه؟ آموزشگاه میری برای درس خوندن یا داستان گفتن؟ تو چه جور دختری هستی؟ نمیدونم مادرت چطوری بوده. زنموت رفتار خیلی درستی با آد داشته، باید افسارتو دستش میگرفته. تو خیلی بیحیایی، با اون زبونت خودت میگی که منو عروس خودت کن. من تو عروس خودم کنم؟ برو بیرون از اینجا. گمشم. خورم ببین این چی داره میگه. بهت داره تهمت میزنه، داره دروغ میگه. نمیدونم این حرفو از کجا آورده. مگه چی بهتون گفته؟ خورم این میگه که تو بهش قول ازدواج دادی؟ این داره دروغ میگه مگه نه؟ داره دروغ میگه مگه نه؟ گریه نکن عزیزم، آروم باش. نتونستی تعامل کنی؟ تو از من مخفی کردی که تو شفق به من دروغ گفتی. چی؟ به من میگی دروغگو؟ تو به من میگی دروغگو؟ در اصل دروغگو توی. به من میگفت زنمون بهم ظلم میکنه، زندگی رو برام جهنم کرده، میخواد منو بکشه. نمیدونم اینو میخواد به عقده یه عوضی در بیاره. همش این حرفا رو میزدی. واقعیت اینه که مامان این همه ما رو فریب داده. من هیچ دروغی نگفتم شفق، تو که میدونی. چرا از اون میپرسی شفق؟ من بهت میگم، من همین الان از پیش زنموش اومدم. زنمو؟ آره زنموت. مامان این همه خونوادش دروغگو هن.
زنموش اول خودشو به جای مادر بزرگش جا زد. شفق تو میدونی این قراره با کی ازدواج کنه؟ با پسرموش. اون قراره به زودی از خارج بیاد. امروز خود زنموش بهم گفت. نه من با اون ازدواج نمی کنم. من قراره با نوید ازدواج کنم. دروغ نگو. الانو همین لحظه از اینجا برم. برو دیگه با شفق یا با هیچ کدوممون هیچ ارتباطی ندارم. از اینجا برو. برو از اینجا برو. دیگه به اندازه کافی تو روح گفتی. برو گفتم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.